بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین بینندگان عزیز و ارجمند یکی از ویژگی های انسان های مسلمان و مؤمن که باید این ویژگی را در زندگی خودشان و جد در وجود خودشان داشته باشند این هست که انسان مسلمان یک انسانی هست دوست داشتنی و محبوب که هر کسی او را ببیند محبتش در قلب دیگران بیفتد با دیگران محبت و الفت داشته باشد و دیگران هم او را در واقع دوست داشته باشند و این کسانی که محبوب دیگران هستند انسانهای مؤمن را محبوب خودشون قرار میدند مؤمنان با اون دوستی دارند و این شخص با مؤمنان دوستی دارد و الفت دارد چون این انسانهایی در واقع انسانهای برگزیده‌ای هستند و کسانی هستند که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را دوست دارند در روایتی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان احبکم الی احاسنکم اخلاقا محبوب ترین شما نزد من کسانی هستند که اخلاقشون زیباتر هست انسانهایی هایی که خوش اخلاق هستند برخوردشون زیبا هست این افراد نزد من بسیار محبوب هستند محبوب ترین افراد نزد من انسانهای های خوش اخلاق هستند در ادامه رسول الله صلی الله علیه و توضیح می دهد که خوش اخلاقی یعنی چی کسانی که بهترین اخلاق و والاترین اخلاق و رفتار را دارند چه کسانی هستند الموتعون اکنافا آنهایی که بسیار نرم هستند با دیگران با نرمش برخورد میکنند الذین یعلفون و یعلفون این محل شاهد هست آن کسانی که با دیگران الفت میکنند و یعلفون و مردم هم با آنها الفت دارند انسان مسلمان باید این گونه باشد در رفتار و اخلاقش باید نشان بدهد که دیگران را دوست دارد و بر اثر این رفتار و اخلاق هم دیگران خود به خود او را دوست خواهند داشت و در ادامه میفرماید و این ابغزکم الی المشاؤون بالنمیمه و انسان که نزد من از جایگاه بدتری برخوردار هستند بدترین جایگاه را نزد من دارند و من از اونها خوشم نمیآید آن کسانی هستند که سخنچینی میکنند المفرقون بین الاحبه اون کسانی که با سخنچینی خودشون موجبات تفرقه و دوری را و موجبات جدایی و قهر شدن را در میان دوستان فراهم می کنند الملتمسون للبراء العیب اون کسانی که برای انسانهای پاکدامن، برای انسانهای واراسته دنبال عیبجویی هستند فقط هم مغمشون این است که در میان دو تا دوست و در میان دو تا محبوب اختلافی رو بندازند اونها را از همدیگر جدا بکنند و کسانی را که عیبی را ندارند و گناهی را مرتکب نشدند برایشان در دنبال عیب و در جستجوی یک نوع عیب و گناهی هستند در روایتی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المؤمن یعلف و یؤلف مؤمن طبیعتا این گونه است که هم دیگران را دوست می‌دارد و هم دیگران او را دوست می‌دارند المؤمن و یعلف و یعلف خودش هم علیف هست مهربان هست انسانی هست دارای رحم و شفقت با نرمی با دیگران برخورد می کند و یعلف و دیگران هم اون رو در قلب خودشون جای میدن ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف و قطعا این گونه هست کسی که مردم با اون الفت نداشته باشند او هم با دیگران الفت و مهربانی نداشته باشد در چنین انسانی خیری نیست چه خیری ممکن هست از کسی شما به شما برسد که نه او را دوست دارید و نه او شما را دوست دارد و خیر الناس انفعهم للناس بهترین مردم برای دیگران در نزد الله و در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آن کسی هست که برای عموم مردم مفیدتر باشد پس بنابراین اگر ما میخواهیم که محبوب الله باشیم اگر ما می خواهیم که مورد پسند رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم اگر ما می خواهیم که این افتخار و مدال محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بر سینه داشته باشیم لازمش این است که انسان حبوبی باشیم دیگران را دوست داشته باشیم اهل مهر و محبت و مودت باشیم و به دیگران تا جایی که می توانیم خیر و احسان را برسانیم اگر این گونه عمل بکنیم مطمئنا الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم و سلم و متعاقبا همه مسلمانان ان شاء الله من شما را دوست خواهند داشت تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته